ایزدیار عزیز، تشکر میکنم از شما، خسته نباشین. اتفاقا من میخواستم درخواست کنم از اونجایی که ضمن این که تشکر کنم زحمت کشیدین، قبول دعوت کردین به پیشنهاد سئوش عزیز، از اونجایی که شما شاعر و نویسنده هستین و با کمال فروتنی نخواستین که این عنوان رو برای شما بذاریم، ازتون درخواست کنم که از سرودهای خودتون بخونین که خودتون پیشنهاد کردین و مایه خوشحالیه. در میان دوستان عزیزی که اینجا هستن، دوستان هستن که خیلی توانا و قادر هستن در زمینه های مختلف، که ازشون من دعوت میکنم در اینجا اگر مایل باشن موضوعی برای بحث دارن، حتما به من یا یکی از بچه های ادمین بگن که براشون ترتیب صحبت بذاریم. امیدوارم که بتونیم در رابطه با مسائل ادبی هم بحثایی داشته باشیم. در رابطه با شعر یکی دو نفر از دوستان هستن که من ازشون دعوت کردم، اگر دوستای دیگری هم هستن حتما خوشحال میشیم در برنامه های دیگه ازشون دعوت کنیم و بتونیم بشنویم ازشون. خروش عزیز بفرمایید. ضمن درود به شما، خوشحالی از اینکه اینجا هستیم با ما و کارهای خیلی خوبی که قبلا در اختیار برای دوستان پخش کردین. موسیقی شما رو گوش میدیم، شعر مهدی عزیز رو یا نوشتشون رو میشنویم و بعد از اون با موسیقی و سرودی که سیاوش عزیز پخش میکنن برنامه رو تموم میکنیم. فقط یادتون میندازم که هفته آینده با عبدی جهادزاده بحثی راجع به تحت عنوان قاچاق انسان در بستر نظام سرمایه‌داری، سرکوب و بهره‌کشی ما اینجا بحثی خواهیم داشت. اگر مایل هستین حتما خوشحال میشیم شما با ما باشید. خروش جان بفرمایید. مریم چشم تو وا کن، منو نگاه کن، در و بر خورشید نور هم سفید، وقتمون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، جان نازنین مریم، جان مریم چشم تو وا کن، سری بالا کن، بشیم روونه بریم از خونه، شونه به شونه به یاد اون دوستان. های نازنین مریم، های نازنین مریم.
سر کارمون بریم درو کنیم گندو ما رو بیا رسید وقت درو یار منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم درو کنیم گندو ما رو نازنین مریم آی نازنین مریم سر کار بارمون بریم درو کنیم گندو ما رو بیا رسید وقت درو یار منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم بیا بیا نازنین سلام و عرض ادب مجدد خدمت دوستان عزیز. مرسی پرواز جان. مرسی این دوست عزیزی که این ترانه رو پخش کردن واقعا من رو یاد رودخانه انداختند، یاد درختان جنگلی شمال، یاد کویر لوت، یاد کوهستان های مختلفی که طی کردم و راه رفتم و با رفقام آواز خوندم انداختن. بسیار بسیار زیبا بود و دستشون درد نکنه. البته ترانه های دیگری هم میخوندیم ولی به هر صورت یادی بود از جوانی و اون سودا و عشق به مبارزه. مرسی، دستتون درد نکنه از این ترانه‌ای که پخش کردید. من تصمیم ندارم چیزی از خودم بخونم. پرواز جان، من تصمیم دارم این تحت تأثیر بسیار زیادی من قرار داده این شعری که در دفتر گفتمان شما دارید، که البته با اسمش من زیاد موافق نیستم، ولی این شاعر رو من واقعا
تمجید میکنم و بسیار بسیار زیبا تونسته خودش رو جای اون زن، چون من تونستم این متاسفانه یا خوشبختانه یا متاسفانه ببینم انسان ها چه رفتاری با هم دارند و چطور با هم برخورد میکنم. آره فرخنده، دقیقا پرواجم، این منو تحت تاثیر قرار داد و متوجه شدم این شاعر چقدر زیب، چقدر خوب تونسته و واقعا صد برابر بهتر از من میتونه و تونسته بیان بکنه اون احساسی رو که این زن داشته، این دختر داشته، در حالی که مورد تهاجم قرار میگرفته. من بیشتر مایل هستم این شعر رو بخونم و دیگه آخرین صحبتی هست که میکنم. الان شعر جلوی روم هست. بهتر بود فقط اسم فرخنده اسم این شعر بود، این سروده بود، به یاد فرخنده. فرخنده ما زیاد استفاده میکنیم ازش، میگیم فرخنده سال نو، نمیدونم فرخنده فلان، فرخنده بر حسب تصادف اسم این دختر فرخنده هم هست. تو را با خرمن موی پریشانت که می سوزی، نگاه بی پناهت را به هر نامرد می دوزی، ندایت در میان شعله می رقصید فرخنده، زمین از شرم چشمان تو می لرزید فرخنده. شاعر بسیار 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 باید با احساس باشه که خودش رو تونسته باشه در جای این زن و این دختر قرار بده و این سروده رو بنویسه. واقعا که شرم من باد، شرم با ما باد که من فکر میکنم که این سروده ها را باید مثل که باید داشته باشیم، مثل که همیشه باید این داستان ها تکرار بشه، شرممون میشه. و اینجا تکرار میکنه و میگه حتی نه من و تو، بلکه زمین از شرم چشمان تو میلرزید فرخنده، جبین و گونه و لبهای زیبایت اناری بود. چقدر شادی یک دختر رو، چقدر امید یک دختر رو در این بیت کوتاه به من و به شما نمایان میکنه. جبین و گونه و لبهای زیبایت اناری بود. بعد دو مرتبه برعکسش رو میگه، میگه شب آغاز سال نو، شب مرگ قناری بود. دلم از سخت جانی خودم دلگیر می‌گردد. واقعا که باید خیلی سخت جان باشیم و خیلی سخت سنگ دل باشیم که این چیزها رو میتونیم تحمل بکنیم و حرکتی از خودمون نشون ندیم. رفقای عزیز، دلم از سخت جانی خودم دلگیر می‌گردد و از بار خجالت هفت پشتم پیر می‌گردد. مرسی راحله عزیز از اینکه این شعر رو نوشتید و اینطور تونستید من رو و امثال من رو شاید بیدار کنید و شاید بتونیم حرکتی بکنیم و تحولی رو بتونیم همراه باشیم. مرسی دوستان عزیز از اینکه امشب صحبت‌های من رو گوش دادید و امیدوارم که زیاد آزار ندیده باشید. همه اینها رو من در آخر در نهایت بگم که تقصیر سیاوش عزیز بود که من امشب شرکت کردم.
و من به نمایندگی سیاوش بود که اینجا بودم و هرچی که اشکال داشتم در صحبت هام رو گردن سیاوش عزیز و مهربان و خوبمون بگذارید. مرسی عزیزان، سپاسگزارم و شب همگی رو خوش میگم و تا بسته شدن اتاق در خدمت هستم و گوش میدم. سپاسگزارم. پرواز جان، همینطور از شما و بقیه ادمین های اتاق که همیشه هستن، بیشتر وقتها همه شرکت کننده های، همه بچه هایی که دوستانی که در این اتاق هستن هم سپاسگزارم. مرسی. دوست عزیز مهدی ایزدیار، تشکر میکنم از شما. مرسی که یاد فرخونده کردین این شعر رو. به کمک یکی از دوستان یه طرح براش تهیه شده، اگر دوستان مایل باشن میتونن به سایت گفتمان در ماه اپریل مراجعه کنن، اونجا این شعر رو بخونن. راحله یار در فیسبوک سایتی داره که میتونین شعراش رو اونجا نگاه کنین، شعرهای بسیار دلنشین، از اینکه واقعا به دل میشینه، چون دلنشین رو به یک معنای دیگه هم استفاده میشه، ولی واقعا اون احساسش رو انتقال میده به خواننده. بسیار جالبه و میتونین فیسبوکش رو اگر دارین نگاه کنین، بسیار شعراش جالب هست. تشکر میکنم از همه شما دوستان. من فقط اینجا به عنوان ادمین دوست دارم یه مسئله رو خیلی کوتاه بگم. میدونین ما به خیلی از افرادی که در سازمان‌های سیاسی هستن نقد داریم، ولی اینکه بخوایم به شکل لباسشون و به خاطر زن بودن بخوایم مطلک بگیم، من فکر می‌کنم این زیاد جالب نیست، چون اونقدر حرف هست برای گفتن که دیگه لازم نیست ما بخوایم به شکل ظاهر و لباس و این چیزا بپردازیم. اگر در دفعات بعد دوستان رعایت کنن خیلی فکر کنم جالب تر میشه محیط بحث. من ازتون صمیمانه تشکر میکنم اگر این مسئله رو رعایت کنین. در ضمن نه تنها هفته آینده با دوست عزیز عبدی جوادزاده برنامه داریم تحت عنوان قاچاق انسان در بستر نظام سرمایه داری، سرکوب و بهره کشی، با سوسن عزیز 16 ماه می هم برنامه داریم در رابطه با حق کودکان و مسئله تبعیضی که هست نسبت به دختران کودکان دختر. خیلی متشکرم از حضورتون، تشکر میکنم از همه یکایک. واقعا بحث خیلی خوب بود و لذت بخش بود برای من اینجا بودن با شما. سیوش جان بفرمایید دیگه آخرین صحبت ها و سرود یا موسیقی با شما و روزگار همه خوش. با سلامی تازه خدمت همه دوستان، تشکر از مهدی عزیز برای پذیرش این خواست من و تمام زحماتی کشیدم برای جمع آوری مطالب و بسیار بسیار عالی بود. کلی چیز یاد گرفتم من به هر رو و با این اسلحه های جدیدی هم که دستم هست میتونم برم خیلی 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 ها رو بگیرم به هر رو. ببینیم چی میشه، کلی اسلحه دستم رو بیاریم خرگیری کنیم. خیلی خوب، و یه قطعه دو مرتبه از پاکو آبانز و رافائل آلبرتی براتون میذارم و بعدم با سرود انتوناسیون از حضور گرامیتون مرخص. بذارید اینکه من این سیمم رو بقول این بچه رو عوض کنم. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a corazón suenan, resuenan,
resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. De la zona de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.